تعداد امضا کنندگان بیانیه زندانیان سیاسی در معرفی یک مزدور نفوذی اطلاعات آخوندها به نام ایرج مصداقی به 1500 نفر رسید. بیانیه 1500 زندانی سیاسی در مورد یاوه‌گویی‌های ایرج مصداقی در راستای اهداف وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و مزدوری برای آن. سری 19 با 95 امضای افسوده، شامل 6 زندانی دربند، 4 شاهد بازمانده از قتل عام 67، 14 زندانی دو نظام شاه و شیخ. امضا کنندگان تأکید می کنند ایرج مصداقی مزدور نفوذی وزارت اطلاعات است. بیانیه و اسامی و توضیحات همراه با کلیشه جلد 20 کتاب خاطرات زندان و افشای جنایت ها و شکنجه های رژیم ضد بشری آخوندها در سایت های مجاهد، همبستگی ملی و ایران افشاگر در دسترس است. ۹۵ زندانی سیاسی به امضا کنندگان پیشین بیانیه زندانیان افزوده شدند که شامل 6 زندانی دربند، 4 شاهد بازمانده از قتل عام و 14 زندانی دو نظام شاه و شیخ است. این بیانیه نخستین بار در خرداد 1392 توسط شماری از زندانیان منتشر شده بود و سپس 18 سری امضای دیگر که بسیاری از آنها در داخل ایران هستند به آن افزوده شده است. چهارده تن از این 1500 زندانی در گذشته و به یاران شهیدشان پیوستند، از جمله خانم مرجان و خانم معصومه جوشقانی و مجاهدان خلق مهدی حاج حسینی و جلیل فرغانی. گواهی تکان دهنده فریدون جورک، کارگردان و فیلمساز زندانی در دهه 60، درباره لاجوردی، جلاد اوین و خائنانی که به خدمت گرفته بود، ضمیمه بیانیه زندانیان است. مرجان و باز هم معتادان به خیانت. افشای کاتب پشت پرده تنظیم و نگارش کتاب‌های لاجوردی، سردشخیم اوین علیه مجاهدین. کارنامه سیاه، جلد 1 و 2، مناظره زندانیان در اوین. انتشارات دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، تابستان 1362. روشنگری فوق‌العاده فریدون جورک،
کارگردان، فیلمساز و زندانیان سیاسی دهه 60 در پاسخ به لجن پراکنی و حقد و کین یک مزدور نفوذی در مورد خانم مرجان و همسرش ژورک. سخن گفتن از مرجان و خودم، آن هم بعد از پرواز مرجان، بسیار سخت و سنگین است. به واقع مرجان در تمام سالهای زندگی مشترکمان برای من نه تنها همسری مهربان و یگانه که یار و همسفری مصمم بود که در هر فراز و فرود زندگی به من امید می‌بخشید و درس وفا می‌آموخت. اما آنچه که مرا وادار کرده است تا در این باره دست به قلم ببرم دو علت است. اول، سپاس بی‌دریغم از همه هموطنانم که مرگ مرجان را با اندوه به من تسلیت گفتند، و دوم دینی است که بعد از مرجان بر عهده خود پذیرفتم. باید اقرار کنم که در این روزهای پردریغ خود را تنها احساس نمی کنم. خود را در کنار انبوه یاران و هموطنانی می دانم که در یک مقاومت گسترده مردمی پرچم پر افتخار میهنم را برافراشته نگه داشتند و یک مبارزه ملی و انسانی را برای نابودی رژیمی که هیچ حد و مرزی در هلاک ارزش‌های مادی و معنوی میهنم نمی شناسد پیش می برند. و این احساس به من آرامشی می دهد تا بتوانم دشواری فقدان مرجان را تحمل کنم. اما انعکاس گسترده پرواز مرجان خود مرا نیز متحیر کرده و به یک پیمان عمیق‌تر با مقاومت ایران رسانده است. چنانکه به خوبی می‌دانم باید بعد از مرجان بار سنگین او را نیز به دوش بکشم و تا پیروزی نهایی با مردم و مقاومت میهنم همراه و همیار باشم. تردید ندارم که مرجان اینگونه با لبخند به من و ما می نگرد و با آرامش روحی بیشتری در ما حضور دارد. از آنجا که درگیر یک نبرد تاریخی و همه جانبه با مرتجعان حاکم بر میهن هستیم، در مورد پرواز مرجان نیز دو جبهه مقابل هم و هر یک به زبان خود عکس العمل نشان دادند. مقامات حکومتی و مشخصاً دستگاه‌های امنیتی رژیم تحمل این میزان محبوبیت مرجان و اقبال عمومی مردم از هنرمندی که در برابر آنها مقاومت کرده و زندان و شکنجه آنها را تحمل کرده و شاهد بسیاری جنایات ضد بشری آنها بوده را نداشتند. زیرا که به خوبی می دانند رسم استواری مرجان در ساموز بسیاری از هنرمندان دیگر، به ویژه هنرمندان جوان میهنمان خواهد بود. به همین دلیل بود که دست به کاری ابلهانه زدند. نشریه مجاهدی جعلی چاپ کردند و پیام‌هایی از برخی هنرمندان منتشر کردند تا با زیر فشار قرار دادن آنها را به عکس العملی بیندازند که از این طریق مثلا خشی به چهره مقاومت وارد شود. این ترفند ابلهانه البته ناکارآمد بود و به رسوایی بیشتر برایشان منجر شد. درست همپای این سیاست ابلهانه رژیم در داخل کشور،
نوبت به مزدوران خارج کشوری آنها رسید. آنها حسب مأموریت باید به میدان بیایند و با فحاشی و تهمت به مرجان و من رابطه ما را با مقاومت به اصطلاح مخدوش نشان دهند. البته این مزدوران که عمدتاً توابان و موزبگیران و خیانتکاران به مجاهدین بود و هستند، چون حرف تازه‌ای نداشتند که بزنند، بنابراین تنها به دروغ و فریب متوسل شدند. من در سالهای گذشته تجربه برخورد با این قبیل مزدوران را داشتم. حتی چند سال پیش در مقاله‌ای به نام معتادان به خیانت و بیمرزی وقاحت که در نشریه مجاهد هم به چاپ رسید، دو نمونه بسیار شاخص این قبیل خودفروختگان را برملا کرده بودم. نمونه اول مربوط به برخورد با یکی از خائنان بدنامی است که چه در رژیم شاه و چه در رژیم آخوندی با تمام قوا خیانت کرد و من او را در زندان دیدم. این خائن هرزه که نامش احمد رضا کریمی است و شنیدم اخیراً در ادامه خیانتهایش به مقام محقق و پژوهشگری هم ارتقا یافته و در شرح تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران کتاب می‌نویسد تا توسط آخوند حسینیان جلاد در مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شود. من موقعی که خودم زندان بودم او را از نزدیک دیده بودم. او برای من بسیار از دیکتاتوری مسعود رجوی گفته بود و علت اصلی تغییر جبهه‌اش را تضادی عنوان می‌کرد که با مسعود داشته است و من به یاوه‌های او فقط پوزخند می‌زدم. او بعد از آزادی از زندان به دفتر کارم در تهران مراجعه کرد. چهره‌ای در هم شکسته داشت که نشان می‌داد معتاد است و از من خواست تا مبلغی کمکش کنم. من در مقاله‌ای توضیح دادم که در آخرین لحظه‌ای که می‌خواست از نزد من برود، علت به خدمت لاجوردی در آمدنش را سوال کردم و او حرفی زد که به نظرم تنها حرف صادقانه عمرش بود. او گفت عریان شدن جلوی نامحرم برای اولین بار سخت است. بعد از آن می شود یک عادت. و من با تمام وجود احساس کردم که انسان موجودی است که می تواند خیانت کردن را برای خود تبدیل به یک عادت کند. به هر حال در سالهای بعد که ما به خارج آمدیم، در بحبوحه جنگ مجاهدین با وزارت اطلاعات، یک مزدور دیگر به نام کریم حقی به من تلفن کرد. عجیب این بود که حرفهایی زد که دیدم حتی اندکی با حرفهای احمد رضا کریمی فرق ندارد. برایم بسیار تعجب آور بود که چرا برید مزدوران و خائنان به ویژه آن دستهشان که به خیانت معتاد شده اند تنها و تنها روی شخصیت مسعود رجوی متمرکزند و هر یاوه ای را به او نسبت می دهند. درک این واقعیت بعد از پرواز مرجان برای من بسیار عمیق تر شد. آنگاه که یکی دیگر از خائنان و مزدبگیران بدنام به نام ایرج مصداقی به میدان آمد و به افترازنی به من و مرجان و همه مقاومت ایران پرداخت. البته او حقیرتر از آن است که به تک تک یاوه ها و خالی بندی ها و دروغ هایش پاسخ دهم. در سال 2005 در تظاهراتی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران علیه حضور رئیس جمهور رژیم در مقابل سازمان ملل متحد برگزار شد و من و مرجان برای اولین بار بعد از هجرت اجباری و پناهندگی در آمریکا در آن شرکت داشتیم، یکی از هواداران شورای ملی مقاومت ایرج مصداقی و همسرش را نزد من و مرجان آورد تا مصداقی کتابهایش را به من بدهد. همان هوادار یک آلبوم از ترانه‌های قدیمی مرجان را به دست مرجان داد و خواستار آن شد که برای همسر مصداقی امضا کند و گفت ایشان صدای مرجان را خیلی دوست دارد. با خواندن کتابهای مصداقی خاطره دیدن وی در بند 311 زندان اوین را به یاد آوردم. البته نه به عنوان یک زندانی، بلکه بیشتر
به عنوان همراه و کمککار و دستیار یکی از بازجوهای شعبه 7 به نام فاضل که بلافاصله مطلب را با دوستان هوادار مطرح کردم که به نیکی باور دارم تمام حقد و کینه مصداقی نسبت به ما از همین نقطه سرچشمه می گیرد. او به عنوان یک خائن و مزدور مخبت دعاوی ابلهانه کرده است که گویا مرجان با خواندن کتاب خاطرات او به مبارزه کشیده شده و با کینه‌جویی به مرجان تهمت‌هایی زده که شایسته خودش و تبار آدمکش و کینه‌جویش است. او ابلهانه و البته رندانه مدعی شده که مرجان را او به مقاومت ایران معرفی کرده و قبل از او کسی مرجان را نمی شناخته است. در برابر این همه دروغ و دغل و این همه توهمات که بسیار هم شیادانه بیان می شود، فقط باید پوزخند زد. و فکر نمی کنم که کسی من و مرجان و رابطه من با مجاهدین را بشناسد و به این مزخرفات پوزخند تمسخر نزند. البته محبوبیت مرجان به قدری بود که این مزدور هرزدرا نمی توانست بیش از این بگوید و به چهره مجاهدین و مقاومت لجن پراکنی کند. به همین دلیل بیشتر دقدلی خائنانه خود را سر من درآورد و درون مایه کثیف خود را با نوشتن مقاله ها و مصاحبه هایی بر سر من بیرون ریخت. اتهامات این عنصر خود فروخته علیه من بسیار خنددار و مضحک و توخالی است و من وقتی که آنها را شنیدم دقیقاً شخصیت احمد رضا کریمی و کریم حقی که در گذشته به آنها اشاره کردم در نظرم مجسم شد. مراجعه شود به همان مقاله معتادان به خیانت که مشروح این گفتگو را نوشتم. از نظر من احمد رضا کریمی همان کریم حقی است که نسخه بدل و البته کثیف‌تر آن می شود ایرج مصداقی. الان هم در مورد مزدور بدنام و رسوایی مثل مصداقی می گویم که هرچه از رذالت و دناعت دارد علیه من بگوید و بنویسد. اما خودش به خوبی می داند که من یکی از کسانی هستم که بیشترین آشنایی را با سوابق ننگین او در همکاری های اطلاعاتیش دارم. او درباره من نوشته است: ژورک برخلاف مرجان یکی از توابین فعال زندان اوین بود که دوران زندان خود را در بخش اوین قدیم با امکانات فوق‌العاده گذراند. وی به همراه محسن منشی، حمید مهدی شیرازی، ولی الله صفوی، رضا کیوانزاد، محمد رضا شریفی نیا، احمد رضا کریمی و تعداد دیگری از توابان فعال زندان همچون حسن گسگری، وحید سریع القلم و غیره که در شعبه های بازجویی اوین و گشت های دادستانی کار می کردند در این بند زندگی می کرد. من از خودم دفاع نمی کنم. تردید هم ندارم که زنده ماندنم به بهای خون شهیدان والا مقامی است که تمام قد در برابر جلادان ایستادند و سرخم نکردند. بعد از زندان و پیوستن به مقاومت هم با صراحت و بدون پرده پوشی هر آنچه را دیده و یا بر سرم آمده نوشته و گفتم و هیچ نکته مخفی و پوشیده ای ندارم. برخلاف توابان و مزدوران بی حیایی که در خلوت آن کار دیگر می کردند و می کنند و تازه برای ما لغز دادخواهی می خواند. اجازه دهید اندکی درباره این فرار به جلو خائن بی چشم رو بنویسم و قضاوت را به مردم میهنم و تمام روشنفکران و مبارزان راه آزادی واگذار کنم. البته او نمی نویسد و به عمد فراموش کرده که بنویسد در همان زمان که اشاره می کند خودش کجا بود و چه کار می کرد. پس من می نویسم. در اوین مرجان در یکی از بندهای انفرادی بند زنان موسوم به 311 که متشکل از چندین انفرادی و یک دفتر نگهبانی بود زندانی بود و دوران محکومیت خود را می گذراند که این بند در اسفند ماه 1361
از زندانیان سیاسی زن تخلیه شد. این بند در ساختمان کوچک قدیمی ساز و روی تعمیرگاه اتومبیل‌های دادستانی مجزا از زندان‌ها و ساختمان‌های اداری اوین با درب بزرگ آهنی قرار داشت. به دستور لاجوردی افرادی از بندهای مختلف بنا به تخصص مورد نیاز انتخاب و بدین بند منتقل شدند که بسیاری از آنها اعضا یا هواداران مجاهدین بودند که تواب شده و با دشخیمان همکاری می کردند. افرادی مانند قاسم اثناعشری و رضا کیوانزاد که از افراد دستگیر شده از بخش نظامی سازمان و به مناسبت چندین فعالیت محکوم به اعدام شده بودند. کار این دو نفر مطالعه پرونده‌های عملیاتی افراد دستگیر شده سازمان در تمام زندان‌های کشور و خلاصه نویسی از طرح و اجرای عملیات آنان برای نویسنده و تنظیم کننده کتاب‌های کارنامه سیاه بود. در این بند محمد رضا یزدی‌زاده که از مسئولان بخش دانش آموزی شرق تهران بود چون تسلط خوبی به تایپ کردن داشت مسئول تایپ مطالب و محمد رضا شریفی نیا که به اتهام تولید و انتشار مجله محاربه دستگیر شده بود مسئول صفحه بندی کتاب ها و چاپخانه اوین بود. من هم به عنوان کارگردان و نویسنده در رژیم گذشته و با اتهام هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر و زندانی بودم. من به شدت تحت فشار بودم تا فیلمنامه‌ای تحت عنوان توابان بنویسم و در تهیه سریالی برای نمایش در تلویزیون و ایجاد یک استودیو جهت تولید این سریال کمک کنم. قرار بود این استودیو در محوطه دفتر نگهبانی بند 311 که نسبتاً بزرگ و مستقل از زندان‌های انفرادی دیگر بود ساخته شود. میز مونتاژ را هم از استودیوی شخصی من آورده و در قسمت ورودی بند مقابل درب بزرگ آهنی قرار داده بودند. در کنار این طرح لاجوردی در سال 61 طرح مثلا کارهای فرهنگی در داخل زندان را پیش می برد. مثلا شنیده بودم در قزلحصار نشریه‌ای راه انداخته بودند به نام رجعت که فقط 4 شماره آن انتشار یافت و به علت عدم استقبال زندانیان از آن دیگر منتشر نشد. لاجوردی در حسینیه اوین هم جلسات متعدد مثلا مناظره تشکیل داد تا زندانیان را رو در روی هم قرار دهد. در این جلسات خائنان و بریدگانی مثل قاسم اثناعشر به شرح خاطرات خود می پرداختند و زندانیان مقاوم دیگر را به مباحثه و مناظره دعوت می کردند. خلاصه پرونده‌های تهیه شده توسط قاسم اثناعشری و رضا کیوانزاد پس از تایپ توسط محمد رضا یزدی‌زاده به دفتر شعبه 7 ارسال می‌شد تا در اختیار نویسنده کتاب‌ها قرار بگیرد. 2 جلد کتاب کارنامه سیاه که شامل مناظره زندانیان با هم بود در سال‌های بعد توسط انتشارات دادستانی منتشر شد که همکنون می شود آنها را بر روی اینترنت هم دید. در معرفی این 2 کتاب آمده است این مجموعه متن سخنانی است که در جلسات مناظره زندانیان اوین مطرح شده است. این متن مستقیماً از نوار پیاده شده و با اصلاحات مختصری بدون اینکه مطالبی به آن افزوده شود تنظیم و به همراه مدارک مورد استناد در این جلسات به چاپ رسیده است. قاسم اثناعشری در مقدمه جلد 2 این کتاب نوشت ما خود در این مقدمه اعلام کرده ایم که از منافقین بریده ایم و به جمهوری اسلامی رو آورده ایم و به آن بریدن و این رو آوردن افتخار می کنیم. اما واقعیت مسئله دردناکتر از این بود که تا به حال آمده و گفته شده است. بعدها برای من چهره پشت پرده تنظیم و نگارش این کتاب ها روشن شد. نام خائن پشت پرده ایرج مصداقی بود. او بر اساس متن‌های ارسالی خارج از مجموعه شروع به تحریر متن کتاب ها می کرد. اگر هم نیازی به بحث حضوری و یا بررسی مطالبی در خصوص پرونده پیش می آمد که چندین مورد پیش آمد، این ملاقات در دفتر بند 311 انجام می گرفت.
این جلسه با حضور ایرج مصداقی و قاسم اثناعشری و رضا کیوانزاد و یکی از مسئولان شعبه که اکثراً بازجوی کثیف و صفاک به نام فاضل هماهنگ کننده جلسه بود تشکیل می شد. تنها جلسه ای که در بند 311 تشکیل شد و من فریدون ژورک حضور داشتم جلسه ای بود با حضور مصداقی و به سرپرستی رحمانی که بعدها شنیدم که نام اصلیش محمد داوود آبادی است و به محمد مهرائین هم معروف بود. او یکی از صفاک‌ترین و کثیف‌ترین سربازجوها بود که در زمان شاه به اتهام ارتباط با مجاهدین دستگیر شده که شخص محمد حنیف نژاد با پذیرفتن مسئولیت کارهای او راه آزاد شدنش را باز کرده بود. هدف جلسه بررسی فیلمنامه توابان بود که بر اساس طرح و نوشته ای از مصداقی توسط من به صورت فیلمنامه تنظیم شده بود. فیلمنامه مورد تایید مسئولان دادستانی قرار نگرفته بود و علت آن عدم درک واقعی من از قصد ساختن چنین سریالی اعلام شد. به همین جهت طرح نوشتاری مصداقی به سازمان تبلیغات اسلامی که مدیریت آن را حاج آقا زم عهده‌دار بود ارسال که بعداً به صورت یک فیلم سینمایی تولید و در سینماهای سراسر کشور به نمایش درآمد. بعد از 4 ماه با انتشار اولین جلد کتاب کارنامه سیاه و منتفی شدن ساخت استودیو و سریال این مجموعه منحل شد و افراد یاد شده به بندهای قبلی خود منتقل شدند. در سالهای بعد به جز تعدادی از نفرات این بند از جمله قاسم اثناعشری و رضا کیوانزاد که اعدام شدند بقیه با تحمل دوران محکومیت و بعضاً مورد عفو قرار گرفتن از زندان آزاد شدند. بعد از لجن پراکنی های اخیر مصداقی بود که من بیشتر و بیشتر دریافتم وزارت اطلاعات و مزدوران حلقه به گوششان از احمد رضا کریمی تا کریم حقی و تا مصداقی هیچ حرف واقعی در چنته ندارند که علیه مقاومت بزنند. همگی یک نوت را در ارکستری به رهبری حاج آقا علوی یا طائب می نوازند و همگی سر در یک آخر به نام استبل رژیم آخوندی دارند. از همه دوستان هم تمنا می کنم بروند و تک به تک حرفها و ادعاهای اینها را با هم مقایسه کنند. مطلقاً با یکدیگر تفاوتی ندارد. من اسم نویسنده احمد رضا کریمی را از روی نوشته‌هایش پاک می‌کنم و یقین دارم که اگر از خواننده بپرسم نویسنده کیست می‌گوید ایرج مصداقی و این داستان همه معتادان به خیانت است. معتادان در هم شکسته‌ای که هر بامداد روز خود را با یک خیانت جدید شروع می‌کنند و شب با تهمت و افترا سر بر بالین می‌گذارند و البته که به قول مولوی کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بی‌شرمی است. سخنگوی مجاهدین روشنگری و مقاله سرفصلی آقای فریدون ژورک درباره مزدور نفوذی ایرج مصداقی را فصل الخطاب و یک گواهی ماندگار و تاریخی از به اصطلاح عملیات پیچیده چند وجهی دادستانی ارتجا در زمان لاجوردی و سپس اطلاعات آخوندها در زمان دشخیم فلاحیان و دشخیم حجاریان معاون وقت وزیر اطلاعات آخوندها توصیف کرد که از بردن مزدور به گشت‌های دادستانی و بر سر پیکرهای سردار خیابانی و اشرف رجوی آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. سخنگوی مجاهدین یادآوری کرد اطلاعات آخوندها به گفته کارشناسانش در سال 1370 به این نتیجه رسید که راه کار انحلال سازمان در انجام عملیات و ضربه زدن نظامی نیست.
هرچه بیشتر به آنها ضربه بزنند، هم منسجمتر می شوند و هم نیروی بیشتری می توانند جذب کنند و فعالیت آنها تشدید می شود. مگر اینکه سراغ عملیات روانی بروید که عمدتاً باید روی جدا شده ها متمرکز شود. در عملیات روانی هم بسیار کار کردیم که شاید امکان بیان آنها خیلی نباشد. از این رو شاگرد جلاد اوین سعید شاهسوندی به گفته خودش توسط حجاریان توجیه و با مأموریت اعلام شده محاکمه مسعود رجوی به اروپا فرستاده شد. همزمان مزدور ایرج مصداقی در خرداد 1370 آزاد و با مأموریت به زیر کشیدن رهبری مقاومت از عرش به فرش برای نفوذ در مناسبات مجاهدین به خارج اعزام شد. او هم مانند امیر سعدونی بمب‌گذار ویلپند که 12 سال به عنوان سلول خفته به هواداری از مجاهدین تظاهر می کرد، به مدت 2 دهه به ایفای نقش پرداخت و مراحل دگردیسی خود را طی کرد. اما اکنون فریدون ژورک با گواهی صادقانه خود در پیوند و وفای به عهد با مرجان شورشگر برای هر کس که قصد فهم ترفندهای رژیم را داشته باشد نقطه پایان گذاشت و دیگر تمام است ماجرا. با درود به بیش از 1000 زندانی از بند رسته و بعضن در بند که پیشاپیش بر اساس تجارب عینی خود در شکنجگاه های دشمن ضد بشر بر این ماجرا اشراف داشتند و آن را با هموطنان و نسل جوان در میان گذاشتند. زندانی